گرامی می دارم یاد و نام همه شهدای عزیز ملت و شهدای مدافع سلامت، مخصوصا اولین شهید مدافع سلامت استان جناب آقای دکتر هاشمی که رئیس همین بیمارستان بودند. بر اساس وظیفه سر تعظیم فرود می آورم در مقابل عظمت تلاش بیوقفه فرزندان عیسی کریم ملت در مصاف با کرونا و صمیمانه مراتب خود را از تلاش صادقانه جناب آقای وزیر، همه کنشگران دلسوز این صحنه در کشور و استان و حمایت همه جانبه جناب آقای رئیس جمهور و هدایت بزرگواران مقام معظم رهبری و مقاومت و همراهی ملت عزیز ابراز می دارم. جناب آقای رئیس جمهور، بیمارستان جایگزین شهید مدنی آذرشهر که البته با حذف تختهای اورژانس 96 تخت خوابی شده است، یعنی 110 تخت خوابی است، از سال 91 آغاز ولی پیشرفت قابل توجهی نداشت. در جریان سفر دوم حضرت عالی به استان در قالب مصوبات سفر مورد توجه قرار گرفت. عرصه آن 4 هکتار و اعیانی آن بیش از 10,000 متر مربع است و همه بخش‌های مورد نیاز یک بیمارستان شهرستان شامل بخش‌های ویژه آی سی یو، سی سی یو، ان آی سی یو، اتاق تسهیلات زایمانی به سبک جدید و مخصوصا سی تی اسکن در اینجا تأمین شده و تا این لحظه برای کار ساختمانی بیش از 200 میلیارد به قیمت روز و برای تجهیز بیش از 100 میلیارد تومان هزینه شده و بدین طریق به مردم خوب شهرستان یعنی زادگاه شهید مدنی تقدیم می‌گردد. جناب آقای روحانی، با افتخار اعلام می‌کنم در دولت شما در دانشگاه علوم پزشکی تبریز از دورترین روستا تا مرکز استان بیش از 1000 پروژه ارزشمند آغاز و به اتمام رسیده و یا در روزهای آتی به بهره برداری می‌رسد. احداث 350 خانه بهداشت، 180 مرکز سلامت، 250 خانه زیست پزشک، به نحوی که ما الان هیچ پزشکمون در اتاق اجاره‌ای زندگی نمی‌کند، و صدها ساختمان مورد نیاز دیگر از جمله ساد شبکه بهبرزی آزمایشگاه پایگاه اورژانس کلینیک و بزرگترین اورژانس کشور که در بیمارستان امام رضا راه اندازی شد، احداث دیالیز در تمامی شهرستان ها و از جمله احداث بزرگترین بخش دیالیز خاورمیانه در تبریز با 122 تخت، سه برابر شدن بخش های ویژه، راه اندازی مجهزترین بخش های سوخته که خودتون افتتاح فرمودید، رادیوتراپی، شیمی درمانی، مسمومیت. جالب بدانید بزرگترین بیمارستان کودکان خاورمیانه توسط خیر محترم جناب مردانی آذر تمام شده و تجهیز شده، ان شاء الله روزهای آینده برای افتتاح آماده است. اولا از حضرت عالی درخواست میشه با توجه به کمکی که برای تجهیز بیمارستان مردانی آذری مصروف فرمودید، از حضرت عالی و جناب آقای وزیر درخواست میکنیم در صورتی که پنجمی رخ ندهد با تضمین رعایت کامل پروتکل‌های ابلاغی سلامت از طریق استان تا 1 ماه آینده افتتاح حضوری را همزمان با افتتاح راه آهن تبریز میانه میسر فرمایید. و چه زیبا خواهد بود اگر موفقیت های حوزه سلامت را در بزرگترین بیمارستان را پایان یافته دوانان شما که مخصوص کودکان و با همت بلند ملت و دولت محقق شده است از اتای افتتاح کنید. دوم، ما یه بیمارستان 1000 تختابی تدبیر رو با دستور شما در سفر دوم آغاز کردیم، چون تنها بیمارستان 1000 تختابی آغاز شده در دولت تدبیر امید است. خواهش می‌کنیم کمک بفرمایید، هم بدهی‌های آن را ما پرداخت بکنیم، هم اگر 200 میلیارد کمک بشه از بند باب می توانیم انشاءالله در پایان امسال کارهای دقیق صفرکاری رو انجام بدیم. به هر حال از دو تیکه به استان خواهید داشت صمیمانه سپاسگزارم. بسیار ممنون و متشکر آقای دکتر سومی از گزارش بسیار خوبی که راجع به این بیمارستان دادید. بیمارستان به نام شهید بزرگوار شهید مدنی است و من خودم یه ارادت ویژه‌ای به این شهید بزرگوار دارم، حالا نه تنها ایامی که ایشون امام جمعه بودن در تبریز که در چند نوبت خدمتشون رسیدیم، بلکه یاد میارم سال 46 که من در نجف بودم ایشون روزهای جمعه در منزل خودشون یه درس اخلاقی داشتن و ما ایامی که در ماهایی که من در نجف بودم جمعه ها می رفتم در درس اخلاق ایشون
یک شخصیت فوق‌العاده و کم نظیری بود واقعا از لحاظ تقوا و زهد و فداکاری و مجاهد بودن، و خداوند مقام او رو متعالی بکنه. و خوشحالم اینکه این بیمارستان به نام اون شهید بزرگوار هست. خدمت همه حضار محترم، استاندار محترم، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و همه مسئولین حاضر در جلسه، مردم بسیار خوب آذرشهر و مردم آذربایجان شرقی که همواره هرچی خدمت به این استان بکنیم کم هست، به خاطر اینکه این استان و مردم این استان در تاریخ این کشور از زمان مشروطه تا انقلاب اسلامی همواره نقش بسیار ارزشمندی داشتند. و اگر بهمن 56 در تبریز نبود، اون حرکت مردم و قیام مردم، معلوم نبود مسیر انقلاب چگونه خواهد بود. مردم در تمام مقاطع از دفاع مقدس، انقلاب اسلامی، انقلاب مشروطه همیشه نقش و سهم بسیار زیادی رو بر دوش داشتند. مواردی رو هم که شما فرمودید آقای دکتر نمکی دنبال بکنن، من هم در خدمت هستم، هر اقدام و هر کمکی که لازم باشه انشاءالله در هفته های پیش رو انشاءالله انجام میدیم برای طرحهایی که انشاءالله در امسال یا در آینده به نتیجه و به ثمر خواهد رسید انشاءالله. به نام خداوند بزرگ و با توسل به ارواح طیبه صاحبان این دهه و به ویژه حضرت مولا علی ابن موسی رضا علیه السلام، بهره برداری از بیمارستان 96 تخت خوابی آذرشهر رو آغاز بفرمایید. علی برکت الله.